آقای داورزنی سلام. منم خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم. در خدمت شما هستم. آقای خیلی متشکرم. بفرمایید. خب آقای داورزنی، خب شما از نزدیک در واقع شاهد بازی ها هستید دیگه در ژاپن. اول میخوام نظر خودتون رو در اصل عملکرد تیم ملی والیبالمون ببینم و چرا انقدر دور از انتظار بود. عرض کنم خدمت شما، قبل از هر چیز جا داره که من از ملت بزرگمون عذرخواهی بکنم با توجه به اینکه به هر ترتیب والیبال کشور در سطحی از جهان حضور داره که توقعات عمومی این بود که بتواند عملکرد بهتر از این داشته باشه. مردم بزرگوار ما میدونن که تیم ملی والیبال ما در سال گذشته و سال ما قبل اون چه با برزیل بازیه که انجام داد و چه با امریکا که انجام داد و چه با تیم روسیه توانمندی خودش رو نشون داده به جهان، ولی عملکرد تیم ما در مسابقات جام جهانی که اتفاق افتاد عملکردی بود که بر ترتیب دیوایس مورد ارزیابی دقیق قرار بگیره و بعد از این مسابقات که فردا آخرین روزش تموم خواهد شد ما در تهران کمیته تخصصی رو شکل خواهیم داد، نه تنها برای تیم ملی بزرگسالانمون بلکه برای تیم‌های امید و جوانان و نوجوانان اون هم شامل خواهد شد. با توجه به اینکه آنچه که کادر فنی در بزرگسالان به خصوص نیاز داشتن فدراسیون والیبال تدارک دیده بود، همه برنامه‌هایی رو که کادر فنی درخواست کرده بود ما حمایت کردیم و عملیاتیش کردیم، مشکلی از بابت حمایت‌های فدراسیون والیبال وجود نداشته. خب طبیعتاً هنوز ناامید از کسب سهمی المپیک نیستیم، به لطف خدا امیدوار هستیم. قطعا تلاش خواهیم کرد که با بررسی که انجام خواهیم داد طی یکی دو هفته آینده اقدامات اصلاحی لازم رو انجام خواهیم داد. آقای داورزنی ببخشید، حالا این اقدامات لازم چون زمانمون کمه، ما از قول شما شنیده بودیم که امکان تغییر تو کادر فنی وجود داره، این اتفاق میفته یا نه؟ ببینید، هر تصمیمی که ما در کمیته کارشناسی بگیریم شامل همه چی خواهد شد. خب یعنی کادر فنی احتمال تمام عزم فدراسیون و همکاران من در فدراسیون این هست که بتوانیم تنها هدفی که باقی مانده از والیبال کشور و اون کسب سهمی المپیک است و حضور در مسابقات المپیک رو عملیاتی بکنیم. طبیعی است که برای تحقق این موضوع هر اقدامی که لازم خواهد بود که بتوانیم به اون خواسته برسیم و به اون هدف برسیم انجام خواهیم داد. این برمیگرده به بررسی هایی که ما در کمیته کارشناسی و کمیته تخصصی انجام خواهیم داد. درست آقای داورزنی، ببخشید، همه گزینه ها رو دنبال خواهیم کرد. بسیار به بحث این که برگردید تهران این اتفاق خواهد افتاد یا نه، یعنی کادر فنی تغییر میکنه یا نه؟ همین خواهد شد، یعنی ما هفته آینده کارگروه رو تشکیل خواهیم داد. بله. و بررسی دقیقی از عملکردها رو دنبال خواهیم کرد، چه برنامه های به اصطلاح اردوهایی که انجام شده، چه برنامه بدنسازی، چه برنامه های بازیه تدارکاتی و چه اتفاقاتی که در حین اردوها و مسابقات مختلف ما در لیگ جهانی، در جام وگنر، در بازیه تدارکاتی و در همین مسابقات جام جهانی که انجام شد و به هر ترتیب دور از انتظار بود عمل کردی که اتفاق افتاد رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و انشالله اقدامات اصلاحی لازم رو انجام خواهیم داد که خدای نکرده سهمیه المپیک رو از دست ندیم.